از بن شدن هامی کیم تا صحبت های یوتیوبر های دیگه راجع به بن شدن هامی کیم و اتفاقات عجیب غریب یوتیوب فارسی. سلام، چاکرم، نوکرم، من ایکس میرادم. اگه به اخبار یوتیوب فارسی و حاشیه ها و دراما های این فضا علاقه دارید تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنید. خب بچه ها، اولین موردی که من میخوام راجع بهش صحبت کنم راجع به هامی کیم. اگه یادتون باشه توی ویدیوی دیروز من یک ویدیو از هامی کیم گذاشتم که داخل این اینستاگرامش یه پستی رو گذاشت که یه مقدار احساس میکنم ناراحت بود و از چیزی صحبت میکرد. حالا ویدیوش منتشر شد و اون ویدیویی که منتشر کرده همینجاست که دارید روی صفحه میرید، بنوشته بن شدم و داستان این بن شدنش به این صورته که انگاری درآمد کانال اصلیش قطع شده و دیگه هیچ درآمدی از کانالش نداره و این خیلی خبر بدی بود واسه یوتیوب فارسی که مثل بوم ریکید و خیلی از یوتیوبرها و کانتنت کریتورها به این قضیه واکنش نشون دادن و جدایی از این هامی کیم خوشم خیلی ناراحت بود و کانال جدید زد که کانالش توی فکر کنم همون ساعت اولیه ساختش و کلا معرفی کانال جدیدش 1000 یا 2000 تا ساب گرفته. الان دقیقاً نمیدونم ولی هر چقدر شده تو کامنت ها ممنون میشم که به هم بگید. و جدایی از این بچا، اینجا داریم استوری پرشین روستو میبینیم که هامی کیم اون استوری رو گذاشته، استوریش بنوشته پرشین روست. البته بچه ها این ویدیوی هامی رو ببینید حتما و امیدوارم واقعا هرچی سریع سر درست بشه، چون واقعا سخته که چیزی که براش چندین سال زحمت کشیدی بخواد فقط به خاطر اینکه ایرانی هستیم مشکل بخوره. نمیدونم چی بگم و این یک خطر واسه همه افرادی که توی این فضا دارن فعالیت میکنن و ممکنه درآمد اون افراد هم قطع بشه که خدا نکنه واقعا اینجوری بشه. سوری بعدی سوری آقای آروین شوه که نوشته این ویدیوی هامی کیم رو تماشا کنید که اینجوری هامی هم از هامی، یعنی آروین هم از هامی حمایت کرده، هامی از هامی اشتباه کردم و همچین صحبتی رو کرد. حالا ببینیم به واکنش‌های بعدی و اخبارهای عجیب یوتیوب فارسی هم میرسیم. و بعدی سوری پانیزه که خود هامی کیم رو گذاشته سوری و نوشته بچه پست آخر هامی عزیز رو حتما ببینید که ایشون هم حمایت کرد از هامی کیم و دم این کامیونیتی هم که وقتی اتفاقی واسه یه نفر میفته همه از هم حمایت میکنن. ولی اگه معروف نباشی و شناخته شده نباشی قطعا این حمایت ها شکل نمیگیره متاسفانه. استوری بعدی استوری تانی وان پلیز که نمیشه بچه‌ها ویدیو جدید هامی رو حتما ببینید و حمایت کنید که ایشون هم یه جورایی حمایت کرده از آقای هامی. استوری بعدی استوری فرهاد ایکس ری که نوشته امیدوارم زودتر مشکلت حل بشه، تیم ایکس ری پشتته. بعد خود هامی نوشته مرسی فرهاد، امیدوارم مشکل تویچ تو هم زودتر حل بشه. نه که چیزی که نوشته و امیدوارم واقعا همچین مشکلاتی واسه ایرانی ها پیش نیاد، چون ما ایرانی ها خودمون سر تا سر استرس و بدبختی و کلن هزار تا اتفاق بد تو زندگیمون داره رخ میده و این اتفاق ها واسه کسایی که کانتنت کریتورن و کارشون و شغلشون اون ثبات رو نداره واقعا خیلی بده و استرس‌زا و به شدت باعث میشه آدم احساس ناامنی کنه. میریم سراغ فیم ساجی که قبلا با هامی کیم دوست بوده، نمیدونم چرا استوری حمایتی واسش نذاشته، ولی فیم ساجی اینجا میبینید که یک استوری گذاشته باشه فیم ساجی عصبی شد و زده کیبوردش رو شکونده که نمیدونم واقعا دلیل این شکستن کیبورد چیه. من احساس میکنم مال یکی از ویدیوهاشه که به زودی منتشر میشه، جز این دیگه فکر نکنم چیزی باشه، چون که پایه دوربین هم جلوشه و انگار داشته ضبط میکرده. کاری به این نداریم، میریم سراغ استوری بیگ اسموگ که با کانتنت های خفنش توی یوتیوب حسابی داره میتره کنه و ویدیوهای باحال و جالب و عجیبی میده که توی یوتیوب فارسی زبان کم ازشون اتفاق افتاده، نمیگم کلا نیفتاده، کم ازشون اتفاق افتاده، داره ارائه میکنه که با بازیتای خوبی هم همراهه و همین محتواهایی که میسازه و همین کانتنت هایی که میسازه یوتیوب فارسی رو داره به یک سمت دیگه میبره، به سمت بهتر شدن، متفاوت شدن و قشنگتر شدن توی این فضایی که کانتنت ها همه یه جورایی تکراری شده. ایشون داره با محتواهایی که میسازه واقعا میتره کنه. البته تو فکر منم هست سر از این محتواهای باحال بسازم که در ویدیوهای آینده وقتی 2000 تایی بشه اون رد کنیم اونا رو وقتی که بتونم و شرایطش باشه اونا رو انجام میدم و
100% میخوام انجامش بدم. خب بچه ها میریم سراغ خبر بعدی. من یه ایده‌ای دارم تو ذهنم، البته این ایده رو خیلی انجام دادن، خیلی هم ساخته شده. نظرتون چیه راجع به درآمد یوتیوبرها و کانتنت کریئتورها، استریمرها و هر کسی که حالا توی این فضا داره فعالیت میکنه، یه ویدیوی اختصاصی بسازم و اگه دوست داشتی تو کامنت ها بهم بگین. بچه ها خبر بعدی، پوتک و جی جی توی کانال جی جی ویدیو، توی کانال پوتک ویدیو دادم، پوتک و جی جی. این ویدیوها رست ماننده و این دو نفر باید هی قهوه کنن هم دیگه رو. بعدی که میگن مثلا فان و شوخی حالت رست داره و تو کانال پوتک میتونید همین الان این ویدیو که اینجا هم دارید میبینیدش یه جورایی اون مشاهده کنید، تماشاش کنید و ویدیوی باحالیه. من خودم دیدمش واقعا لذت بردم. یادتونه چند وقت پیش گفتم پرشین رست، ایران پارودی و هاشم هایزنبرگ درامای شهیدی با هم که داشتن؟ پرشین رست توی ویدیوی قبلی هم گفتم یه ویدیو ساخته، یه ویدیو مجزا راجع به همین قضیه دراما، و حالا هاشم هایزنبرگ یه ویدیو در مقابل ویدیوی پرشین رست ساخته، یعنی باید جواب داده بهش یه جورایی. حالا میشه گفت حالا بریم واکنش پرشین رست رو ببینیم چیا گفت توی استوری اینستاگرامش. نشه اول هاشم ویدیو ساخته، بیشتر خودشو نشون داده. صدام چقدر امروز میگیره؟ یک ویدیو، البته من این ویدیوهاشو نمیذارم، فقط در حد اسکرین شات میذارمش، چون که این فرد ممکنه کپی رایت بزنه. نمیشه اینجا هاشم تو ویدیو میگه من دنبال تلافی بودم و پیگیر استرایک نبودم. یعنی این آقای هاشم هایزنبرگ میگه که پرشین رست دنبال تلافی خودش بوده و اصلا پیگیر استرایک نبوده و کلن من موضوع روزا رو کلن تو استریم مطرح کردم. بعد این آقای هاشم هایزنبرگ میاد میگه این آقای پرشین رست موضوع روزا رو یهو میاد تو استریم مطرح میکنه. بعد توی استوری بعدی که توی همون لایوه، اینجا رو کلن استریم باروین داشتیم سر بحث قوانین استرایک حرف میزدیم که یهو داشته باشه که بی ربط بحث روزا رو میکشه پس. انقدر دروغ گفته حرفای خودش هم یادش میره که اینجا توی لایو استریم، که اینجا توی لایو استریم همین هایزنبرگه، هاشمه، یهو میاد چیکار میکنه؟ یهو میاد یه سری بحثای یه سری حرفا از روزا رو خودش یهو پیش میکشه. تازه تو استوری قبلی، تو ویدیو قبلی گفته بود تو یهو اومدی بحث روزا رو پیش کشیدی چون دنبال یه جورای انتقام گیری خودت بودی، ولی اینجا یهو تو استریم خودش بحث روزا رو پیش میشه و تناقض و حرفاش زیاده. میریم سراغ واکنش بعدی از امیر ایزد که با این استوری، چرا صدام میگیره؟ که با این استوری واکنششون دستم گرفته بخشید و نوشته هامی کی ام قلب و اسم صحبتو کرده که من دیگه صحبتش نمیذارم و هامی کی من گفته دمت گرم اینا. سمیرا سالی راجبه هامی کی هم یه استوری گذاشته، نشون میدارم زودتر مشکلاتت حل بشه، یعنی حل شه این مشکل اینا. و آخرین ویدیو هامی رو ببینید توی یوتیوب و گفته که بن شدم و اینجور صحبت ها. البته یوتیوبرای ایرانی همچین اتفاق واسه شون افتاد. یه بار یادم آریا براش چند سال پیش این اتفاق افتاد، درآمدزاییش لغو شد، بعد درست شد، بعد جدای از درآمدزاییش که لغو شد دوباره چند وقت پیش دیگه دو تا استرایک پشت سر هم خورد، سومی میخورد کانالش بن میشد. و از این دست اتفاقات که واسه یوتیوبرهای ایرانی افتاده و امیدوارم رخ نده. خب بچه‌ها ویدیوی بعدی که بهتون پیشنهاد میکنم حتما تماشاش کنید، ویدیوی آریا کوکسره که با پارسالیپ و فرشاد سالن ویدیو دادن و سورپرایز باور نکردی که حتما این ویدیو رو ببینید، خیلی باحاله. و ویدیوهای این نفر، این سه نفر کلا با هم دیگه، حالا با بقیه کسایی که هستن، خیلی باحال و مهیج و جالبه. خب بچه ها میریم سراغ خبرهای بعدی از پوریا پوتک. یادتونه تو ویدیو دیروز گفتم پوریا پوتک 32 ساعت تو راه بوده و سورپرایز پوریا پوتک توی تورنتوه، پوریا پوتک پیش کچی بیت و اینا همدیگر رو دیدن و فکر میکنم لیتو بزاد لیتو هم باشه و انگاری میخوان یه موزیک ویدیو پر کنن و تتوهای اینجای پوریا پوتک رو هم تماشا میکنید که انگاری این فرد یه جورایی الان خود پوریا پوتک نمیشه رو میگم، این فرد اینجاش رو چست داده بود گرفته از تتوهاش به قول معروف رونمایی کنه که الان کرد در کنار کچی بیتس و نمیدونم قرار چه اتفاقات بالی بینشون میفته. ولی خب بهتون گفتم دیروزم زنگوله رو فعال کنید، سابسکرایب کنید که من اخبار هر روز واسه شما پوشش میدم. خانم میا پلیز و آقای کوروش اومدن یک استعدادیابی تو کانالشون برگزار کردن که اینجا دارید استوریاشون رو میبینید و چند تا استعدادم تو استوری های اینستاگرامشون معرفی کردن و به هر حال دیگه این چیزی که هست و امیدوارم استعدادهای ایران همیشه شکوفا بشن. و خبر بعدی که بچه‌ها واسه من هم جالب بود و خواستم واسه شما هم بگمش، مثل اینکه یه نفر از کیودی پای شکایت کرده و داستان شکایت کیودی پای هم به این شکلی که این یک توییته که کیودی پای بهش ریاکت میره.
بعد اون فردی که صاحب اکانت توییتره میگه جالب یه عکس که خیلی عادی و نرماله بین جماعت ایرانی انقدر سر و صدا کنه، جهان سوم، بعضی بر نوشته و مردم همه چی رو مسخره میکنن. کاش یه ویدیو راجع به آبادان و متروپول آپلود میکردیم، ما اونقدر مهم نبودیم برای ویدیو درست کردن، ولی مشکلات مردم مهم بود، آبادان مهم بود. که این هم صحبتیه که راجع به این فرد شده و انگاری ازش میخوان شکایت کنن. حالا داستان شکایتش چیه بچه؟ ماجرای شکایتشو اگه بخوام بگم، یه نفر بعد اینکه این استوری گذاشته، یه آدمی به نام وب هد که فکر کنم یوتیوبر هستم، نمیدونم چیکار است، نمیشه به نظرم پیگیری کن، احتمالاً بشه کارش، یعنی یه جورایی شکایت کن. که اینجا پرشین روس میپره وسط، یعنی همین پرشین روس که نه ایران پرودی امیر سالار میگه نمیشه اکانت پابلیک، استفاده از تمامی عکسای منتشر شده از اکانت پابلیک مشکل نداره. بچه‌ها یادتونه یه ویدیو من ساختم راجع به مدگل و کیودی پای و گفتم که مدگل تو ویدیوش در کنار فرشا ساله به فیلم سوژه پریده؟ حالا این ویدیو ناکنید ای جی کینگ و کول گیمر رو یه نفر دیگه و ویدیویی که نشد تالا فلان کردی به خودت، که توی این ویدیو یه جایش داره که میگه تالا یوتیوبر بدت میاد، یا ای جی کینگ میپره میگه آره فیلم سوژه بدم میاد، که همون ویدیویی که من تو روز قبل گذاشتم و صحبت فیلمساز مدگر رو واسه شما گذاشتم، تو همون ویدیو توضیح دادم و میتونید برید ببینید قضیه و داستان شجره واکنش فیلمساز رو میتونید ببینید اونجا. بچه‌ها در کل همین، من ایکس میلادم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و امیدوارم که حتما منو حمایت کنید. بچه‌ها زنگوله رو حتما فعال کنید، دمتون گرم. دوست دارم خانواده‌ام اون یه جوری بشه، مثلا 1800 نفری که هستیم، دمتون گرم شدیم 1800 تا، واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. این 1800 نفری که هستیم، بازدیدهای ویدیوامون رو 1000 تا 2000 تا بمونه، یعنی مثلا 1800 تا بازدید بخوریم اینجوری هست. دمتون گرم، خواهش میکنم زنگوله رو فعال کنید حتما، یه دکمه است، هیچ زحمتی اینو بگم حالا خود نمیکنن، نمیدونم آقا اگه دوست داشتی زنگوله رو بزن، همین اگه عشق دیگه شید، اگه نه اصلا نخواستی نه زفاد و سرت. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.